جدید. من زهرا فکورزاده هستم با برنامه دیگه از سری برنامه های همبستگی و همراه پوری اتحاد پسند در اتاق فرمان در خدمت شما عزیزان هستم. لازم به یادآوری میتونم بگم که من برای اولین باری که در این برنامه به عنوان مجری شرکت میکنم. طبق روال گذشته عبدالله اسدی رو کنارمون داریم و در مورد مسائل کنونی و وضعیت پناهندگان گفتگو میکنیم. سلام میکنم خدمت شما آقای اسدی، به برنامه خودتون خوش اومدید. من هم به شما و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. این روزا متاسفانه نه تنها پناهندگی ایرانیان پایانی پیدا نکرده، بلکه بسیاری دیگر نیز در پی سرکوب های اخیر تحت پیگرد قرار گرفتن. فکر میکنین کسانی که تحت پیگرد قرار گرفتن باید چه کار بکنن؟ آره، کار مشکلیه. اینجا ما بتونیم بگیم چیکار باید بکنن، چون در ایران فقط مثلا 50 نفر و 100 نفر نیستن که تحت پیگرد قانونی قرار گرفته باشن. میلیون ها نفر به خیابون ها اومدن در 110 شهر ایران. در نتیجه اگر بیایم اینجوری در نظر بگیریم که همه اون مردمی که اومدن تو خیابون تحت پیگرد قانونی قرار میگیرن، همه باید بیان پناهنده بشن. این که نمیشه، جامعه نمیشه مثلا فقط راهی که مثلا تنها راهی که میتونه انتخاب بکنه پناهندگی باشه. تنها راهی که انتخاب میکنه بعد از مرزهای ایران بگذره بیاد مثلا توی ترکیه و یا بیاد توی اروپا یا کشورهای همجوار در ایران، همجوار ایران. بنابراین این راهش نیست. ولی خب خارج از اینکه من و شما چه فکر میکنیم، معلومه که تعدادی آدم هستن تحت پیگردن و به هیچ وجه نمیخوان بیفتن دست جمهوری اسلامی، برن تو زندان، برن زیر شکنجه، برن مثلا تهدید بشن به اعدام، برن مثلا سالها توی زندان. معلومه که اگه کسی فکر کنه این شرایط رو داره، تمام تلاش خودش اینه که یا تمام تلاش خودش رو میکنه که از ایران بیاد بیرون، بره تو کشور دیگه، حداقل جونش رو سالم بدر ببره، یعنی جونش رو نجات بده، یعنی که نیفته به دست اینا. معلومه خب برای اونا راهی هست. اولین قدم کشورهای هممرز با ایرانه و بعد قدمهای بعدی اینه که خب اینا بعد برن توی کشورهایی که پناهنده پذیرن، مثلا کشورهای اروپایی. ولی خب در این حال رفتن به کشورهای اروپایی هم کار ساده نیست. به طور واقعی الان شما میبینی که همه جا مرزهای به طرف اروپا هست بسته شده، یعنی اصلا قابل عبور نیست. تازه با این زمستون سختی که الان هست، سرماز و کسی نمیتونه بیا. ممکنه ترکیه و جاهای دیگه مراحلی باشه یا مثلا کشورهایی باشه که پناهندگانی که الان جونشون در خطر برن اونجا و خودشونو به ادارات امور پناهندگی در ترکیه معرفی بکنن. فکر کنم که تنها رایی که الان وجود داره همین هست و اینکه به هر حال سازمان ملل رو تحت فشار بذارن که اونها هم کمک بکنن. ولی متاسفانه الان توی ترکیه، بارها هم از طریق این تلویزیون گفتیم، سازمان ملل در ترکیه الان رسیدگی به امور پناهندگان رو نداره، یعنی رسیدگی نمیکنه به امور پناهندگان و این خودش یه مشکل جدی هست که سالهای قبل
این سازمان وجود داشت، هزاران پناهنده و اونجا می رفتن و بالاخره بعد از چند سال کارشون درست می شد و به یک کشور اروپایی انتقال پیدا می کردن. ولی الان هیچ دورنمه برای انتقال پیدا کردن از ترکیه به جای دیگه نیست، مگر مثلا ابتکارات خیلی شخصی هر فرد، پولی داشته باشه، امکاناتی داشته باشه، قاچاقچی پیدا بکنه، یا مثلا بتونه ویزا یک کشوری رو مثلا داشته باشه و بتونه با ویزا بیاد. تنها راهی که هست اینها هست و من فکر میکنم که بسیار بسیار سخت هستش الان به ویژه تو این فصل زمستون برای پناهندگان. شما یکی از سوالای ما پاسخ دادید که من خواستم بپرسم که قبلا مردم به ترکیه میرفتن و دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل درخواست پناهندگی میکردن، آیا هنوز طبق روال گذشته به درخواست پناهندگی رسیدگی میشه در ترکیه؟ روال توی ترکیه عوض شده. قبلا و سالهای پس از انقلاب ایران ترکیه همیشه مکانی بود به ویژه برای ایرانی ها، تنها کشوری بود، می رفتن به اونجا و اونجا دفتر سازمان ملل در امور پناهندگان بود، همین کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، و هر کس می رفت اونجا می رفت از این سازمان درخواست پناهندگی می کرد و بعدش می رفت خودشو به پلیس معرفی می کرد و شهر محل زندگیشو اونا تعیین می کرد، یعنی پلیس. رسیدگی به امور پناهندگیش رو سازمان ملل رسیدگی میکرد، یعنی بررسی میکرد و از هر کس به عنوان پناهنده از طریق سازمان ملل به رسمیت شناخته میشد، بعد از پروسه یک سال، دو سال، سه سال یا چهار سال یا هرچی، بالاخره به عنوان سهمیه به یک کشور اروپایی داده میشدن و اونم توی پروسه اینا رو انتقال میدادن میبردن. این روالی بود از 40 سال گذشته توی ترکیه ادامه داشت تا سال گذشته. سال گذشته دفتر سازمان ملل به طور غیر منتظره ای کلن کارش رو در امور پناهندگان در ترکیه پایان داد و تمام رسیدگی به امور پناهندگان در ترکیه رو به دولت ترکیه واگذار کرد. و بعد از این ماجرا در 80 استان فکر کنم ترکیه اداره مهاجرت درست شد و پناهندگان از اون تاریخ به بعد که به ترکیه می رفتن و یا الان که به ترکیه می رن باید قبل از هر چیز به دفاتر اداره مهاجرت ترکیه مراجعه کنن و اونجا درخواست پناهندگی بکنن و دولت ترکیه و پلیس ترکیه و اداره امور پناهندگی ترکیه هست الان رسیدگی میکنه به پناهندگان، به امور پناهندگان. ولی خب در این حال اینم باید ببینیم که توی ترکیه الان 3 میلیون، حدود 3 میلیون پناهنده است. 2.5 میلیون از این پناهندگان از سوریه اومده و بقیه از کشورهای افریقایی، پاکستان، ایران، افغانستان هستش و الان حجم زیادی از پناهندگان در ترکیه هستن. برای همینه که ترکیه مکان خوبی برای پناهندگان نیست. ممکنه موقتا یا کسانی که ویزا دارن یا پاسپورت دارن، مثلا 6 ماه یک بار برن پاسپورتشون رو تمدید کنن، اونجا زندگی بکنن. خیلی این کارو میکنن، خیلی هم میان درخواست پناهندگی میکنن و به هر منتظر میشن ببینن چند سال طول میکشه و کجا خواهند رفت، یا مثلا بعضی هم در طول همون مدت قاچاقچی پیدا میکنن، کاری میکنن، یه جوری از ترکیه نجات پیدا بکنن. این شرایط امروز ترکیه هست در واقع. برای رفتن به کشورهای اروپایی چه میتونن اقدام کنن؟ برای کشورهای اروپایی کار بسیار سختیه. من فکر میکنم که فقط کسانی میتونن برای کشورهای اروپایی درخواست بکنن یا مثلا بخوان به یک کشور اروپایی برسن و درخواست پناهندگی بکنن، تنها راهی که الان وجود داره گرفتن ویزای کشور اروپایی هست و این سهلترین و راحتترین و امترین مسیری هست که
کسی بتونه از این طریق بیاد اروپا. اگر نه راه‌های مرزی برها گفتیم همش بسته شده، یعنی راه‌های مرزی وجود نداره به ویژه تو این فصل زمستون به طرف اروپا. بعدش هم ترکیه کلن مرز با اروپا رو بسته، یعنی به دستور خود کشورهای اروپایی بسته. اینا در قبال بستن مرزهای اروپایی ها به ترکیه سالانه پول خیلی زیادی میپردازن، چون اگر مرز ترکیه رو باز بکنن باز هم موج دیگری از پناهندگان باز به طرف اروپا مثل سال 2015 شروع میشه. اینا نمیخوان این کارو بکنن، به هیچ وجه نمیخوان این کارو بکنن. تازه اگر از اونجا هم نجات پیدا بکنن، از یونان کسی نمیتونه به طرف کشورهای دیگه بیاد، یعنی اونجا هم خیلی مرز یونان مقدونیه قشنگ بستنش و امکان عبور از این مرزها وجود نداره و بسیار بسیار سخته و فکر نمی کنم کسی بتونه توی این فصل زمستون از این راه عبور بکنه. و من فکر میکنم تنها راه ویزا گرفتن. ویزا هم الان از هر دوران دیگه‌ای سخت‌تر و پیچیده‌تر شده برای شهروندان ایرانی، چون اینا میدونن. من شنیدم همین چند روز پیش، همین دو سه هفته پیش که این خیزش‌های مردمی توی ایران، این اعتراضات بود، بعضی از سفارت‌ها به ایرانیان و شهروندان ایرانی زنگ زدن و گفتن که اگه پاسپورتشون اونجاست بیان پاسپورتشون رو تحویل بگیرن، فعلا ویزا برای کسی صادر نمیشه. اینو سفارت فرانسه کرده، سفارت انگلیس بوده، تا اونجایی که میدونم سفارت سوئد بوده و اینو اعلام کردن. اینکه این چقدر واقعیت داره هنوز نمیتونم بگم، ولی شنیدم از کسانی که پاسپورتشون رو اونجا گذاشتن و منتظر بودن نوبت بهش بدن بره مثلا مصاحبه کنه بهش ویزا بدن، ولی در عوضش اینطور رو بهشون گفتن. بنابراین اونم میدونن الان اگر بخوان ویزا بدن صف صدها هزار نفره جلو سفارت‌های اروپایی صف میکشن مردم برای گرفتن ویزا، و اینم نمیخوان به این موج عظیمی که ممکنه پناهنده بشن ویزا بدن. فعلا شرایط ایران رو نظارت میکنن ببینن کار به کجا میرسه، ولی نمیتونن، اینا این کار رو نمیکنن که نه امکان گرفتن ویزا رو سهلتر میکنن، نه امکان حتی در صورتی هم که بیان اینجا مثلا خیلی به راحت پناهندگی بهشون میدن. بنابراین از حد دری که به این اوضاع نگاه میکنه واقعا راهی بسیار بسیار محدودی برای پناهندگی کلا وجود داره. حالا اگه آقای به نظر شما، حتی اگه هم سازمان ملل و هم کشورهای اروپایی در این دوره نسبت به پذیرش پناهندگان ایرانی یک سیاست سخاوتمندانه به خرج بدن، میتونه راه حلی باشه برای وضع موجود؟ ممکنه این اتفاق بیفته. مثلا برای همونایی که الان از ایران میان به تحت تعقیب هستن و مورد شناسایی پلیس و نیروهای امنیتی و قضایی قرار گرفتن، قطعا اون اگر پاشون به این کشورها برسه و به هر کس، خب پناهنده هم از نظر سازمان ملل و یا دولت اروپایی یک امر کاملا انفرادی فردی هست، یعنی هر کس باید بتونه از موقعیت خودش، از اینکه چگونه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و چگونه جونش به خطر افتاده و به خاطر چه کاری و به خاطر چه نوع فعالیتی، و اینکه بتونه اینا رو ثابت بکنه، ممکنه بهش پناهندگی بدن. ممکنه برای این دسته از پناهندگانی که تازه بیان یه سیاست دیگه در پیش بگیرن. ولی نگاه عمومی اروپایی کلا اینجوری نیست، یعنی جهتی که کلا اروپایی دارن تنها ایران و اینا نمیبینن. خیلی از کشورهایی که در مثلا درگیر جنگ هستن مثل سوریه،
مثل عراق، همین الان عراق یکی از اون کشورهایی است که مرتب تظاهرات هست، مردم کشته میشن، کشته های زیادی داده، خیلی تحت پیگرد قرار میگیرن، و همچنین افغانستان و خیلی از کشورهای مثلا آفریقایی خیلی هم میان. یعنی اینا همه پناهندگان از همه دنیا رو نگاه میکنم. لیبی مثلا یه شهرهای پناهندگان از آفریقا است به طرف ایتالیا، خب اونها رو همه بستن. بنابراین اون مسیری نیست که مثلا ایرانی عظیم، مسیر ایرانی بیشتر ترکیه است، بعد یونان، بعد کشورهای بالکان و به طرف اتریش و آلمان و غیره هستش. این مسیرها همش بسته شده و واقعا میگم که نگاه اروپایی اینجوری سخاوتمندانه هیچ وقت نمیشه. ولی خب اگه پناهندگی سیاسی مثلا حالا کسی درخواست بکنه از اونایی که توی این دوره توی تظاهرات تحت تعقیب قرار گرفتن، امکان گرفتن اقامتشون ممکنه باشه، ممکنه سهل باشه، ممکنه سخت باشه، نمیتونی پیش بینی بکنی چون هیچی نگفتن هنوز. اوضاع ایران رو چگونه میبینید در رابطه با اعتراضات اخیر دانشجوها؟ فکر میکنید چطور پیش میره؟ خوب بود به نظر من این اتفاقاتی که در دانشگاه ها دیروز و پریروز، روز شنبه و یک شنبه، هفتم و هشتم همین ماه، خیلی دانشجوها دست به اعتراض زدن وقتی مبارزه مردم رو سرکوب کردن و این همه جوانه رو کشتن و این همه دستگیری، و بالاخره دانشگاه این بار اومد در مقابلشون ایستادگی کرد و و و و محکوم کرد این کشتارها رو، این سرکوبها رو، و خودشون رو در کنار مبارزه بقیه مردم قرار دادن و این شورانگیز بود. ولی در میان این هم بعضی شعارهایی وجود داشت، به نظر من شعار همه دانشجوان نبود، شعار یه عده بودن که به نظر من راه مبارزه مردم رو یه مقدار مخدوش میتونه بکنه. مثلا من اونجا شعار بدن علیه مثلا چه میدونم رضا پهلوی و مسیح علی نژاد و مجاهد و برها، از این نوع شعارها امروز کمکی نمیکنه. امروز مردم همشون فکوسشون باید روی انداختن خود جمهوری اسلامی باشه. الان ما نمیتونیم مثلا بیایم اینا رو برجسته کنیم که مجاهد و رضا پهلوی و فلان اپوزیسیون و اینا رو فعلا مثلا بیایم توی تظاهرات، اساسا جاش نیست، چه در خارج باشه چه در داخل باشه، این نادقیقه. و به نظر من باید فکوس دانشجو، کارگر، کشاورز، بازاری، پرستار، همه اقشار مختلف جامعه، احزاب، نیروهای سیاسی، فکوس اینا باید علیه جمهوری اسلامی شکل بگیره. یعنی سنگینی کار و مبارزه مردم باید علیه جمهوری اسلامی باشه. در ضمن هم میتونه بالاخره هر حزبی تفاوتهای خودشو از رسانه های خودش، از نشریاتش، از تریبونای دیگه ای داره، تفاوتهای خودشو، برنامه خودشو، اهداف خودشو و استراتژی که داره و برنامه که برای اداره جامعه داره بگه، دیگران رو نقد بکنه، جاش اونجاش. ولی توی تظاهرات ها، نه توی ایران نه توی خارج کشور، به نظر من راهش این نیست. این منحرف میکنه، این بیشتر میتونه بیشتر جمهوری اسلامی رو دلخوش کنه به اینکه بالاخره اینا هنوز علیه اپوزیسیون های دیگه دارن شعار میدن و به حال فکوس مردم رو متفرق، امید، یعنی اون امیدی که مردم باید داشته باشه، اون همبستگی که باید کل مردم باید داشته باشن علیه جمهوری اسلامی یه ذره خدشدار میکنه. به نظر من باید فکوسه بره روی اصلا کل جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی رو قبل از هر چیز مردم باید بندازن. اون موقع وقت هست ما بالاخره توی جامعه ایران
میتونیم حرفمون رو بزنیم، میتونیم تفاوتمون رو بگیم، میتونیم میتینگ های مختلف فراخوان بدیم و به هر حال امکانات تبلیغی داشته باشیم. هر کس بتونه برای خودش تبلیغ بکنه، ببینه که مردم پشت چه سیاستی میان، مردم پشت چه برنامه‌ای برای اداره جامعه بیان و پشت چه نیروی سیاسی جمع بشن و چیکار باید بکنن. امروز روز اینه، تمام کارگرا، تمام دانشجوها، تمام پرستارا، تمام بازاریان، تمام اقشار مختلف مردم علیه جمهوری اسلامی بسیج بشه. بله، من یه سوال دیگه هم داشتم، می‌خواستم بدونم در رابطه با این کسایی که در روزهای اخیر زندانی شدن، اونا رو چطور می‌تونن مردم چیکار می‌تونن برای اونا بکنن؟ به نظر من سوال بجاییه. اینو به نظر من هیچ کس جز خود مردم ایران نمیتونه اینا رو آزاد بکنه. مردم ایران میتونن از این به بعد جلو تمام زندان هایی که بازداشتی ها هست جمع بشن، توی دانشگاه ها، توی مراکز کارگری دست به اعتصاب بزنن، چه بخش های مختلف تولید، چه در خیلی جاهایی که مثلا حمل و نقل، کامیوندارا، معلمین، مدرسه ها، دانشگاه ها، اینا بیان دست به اعتصاب بزنن، یکی پس از دیگری، یا دست به اعتصابات مثلا سراسری بزنن، بگن خواست ما این است، تمام زندانیان سیاسی، تمام زندانیان عقیدتی، تمام دستگیر شدگان اعتراضات اخیر باید فوراً آزاد بشن. و این مبارزه الان شروع شده. همین دانشجوها توی این روزهایی که تو دانشگاه ها جلو اومدن، خب علیه نظام جمهوری اسلامی جلو اومدن، شعار دادن، مبارزه کردن و خواسته هاشون رو مطرح کردن و سرکوب مردم رو محکوم کردن. و این باید به یک همبستگی عمومی در همه مدارس، در همه دانشگاه ها تبدیل بشه. تنها راه اینه. مردم ایران دیگه نمیتونن برگردن به دیروز، باید فقط جلو بیان، در خارج، در داخل، در همه جای دنیا. و ما بسیاریم، بیشماریم، 80 میلیون جمعیت در داخل و خارج، اگر با همبستگی جلو بیاد، به میدان بیاد، همه زندانیان رو میتونیم آزاد بکنیم، همه دستگیر شدگان رو میتونیم آزاد بکنیم. بله، چون خیلی هم میترسن به خاطر اتفاقاتی که افتاد و عزیزانی که از دست رفتن و حتی نمیذارن برای اونا خانواده هاشون مراسم بگیرن، یعنی یه مراسم تو سکوت. و یه جاهایی مثلا بعضی ها، حتی من شنیدم که یه جایی عزیزانشون رو به خاک سپردن که حتی مثلا یواشکی بوده یا بدون هیچ مراسم و هیچ اجازه داشتن سوگواری و اینجور چیزا بوده. بله، توی روزای آخر این سرکوبا سعی کردن خانواده ها رو بترسونن، سعی کنن که مثلا پول گلوله رو ازشون بگیرن، سعی کردن رعب و وحشت ایجاد بکنن. ولی الان فضا در یه جور دیگه میشه. الان پدر پوریا بختیاری مثلا اومده گفته روز چهله مثلا پسرمو مراسم میگیرم و میخوام توی همه دنیا مثلا جواب بدن. و من فکر میکنم که چهلمون روز همه کشته شدگان اعتراضات اخیر رو باید تبدیل کنیم به یک اعتراض بسیار گسترده و عمومی. در داخل ایران دارن همین الان برای اون کار میکنن و برحال میخوان وسیعا به اشکال مختلف جاده ها رو ببندن، تو خیابون باشن، هر جا امکان داره مراسم بگیرن، هر جا امکان داره علیه رژیم شعار بدن، هر جا امکان داره جلو زندان ها جمع بشن. و این کاری هست به نظر من در چهلومین روز جان باختن کسایی که توی این دوره مبارزه کردن باید وسیعا به میدان اومد. و این تنها راه مردم هست برای محکوم کردن جمهوری اسلامی و برای بزیر کشیدن جمهوری اسلامی. این تنها راهی است به نظر من باید بهش دست بدیم. اعتصاب عمومی بسیار بسیار مهم هست.
مرسی که به سوالای ما پاسخ دادید و همراهی کردید ما رو تو این برنامه. خیلی ممنون. من هم برای همه بینندگان عزیز روزها و ساعتهای خوبی عرض میکنم. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. مرسی از همراهیتون. ایام خوشی تو براتون آرزو میکنم.